اینجایی که من الان دارم توش فیلم برداری میکنم منهتنه و اون طرف آب، اون ساختمونایی که میبینید یه جایی هست به نام هوبوکن توی ایالت نیوجرسی. حالا اینجایی که من دارم دوچرخ سواری میکنم هوبوکنه و اون طرف هم شهر منهتن، همون جایی هستش که چند دقیقه پیش بودم. حالا چرا من شما رو آوردم اینجا با این بک‌گراند واسه این ویدیو؟ سالها پیش که من تو ایران زندگی میکردم و واسه خبازه یونایتد پرس کار میکردم، یه دوستی داشتیم که تو امریکا زندگی میکرد و هر چند وقت یه باری موقعی که خبرهای بزرگ تو ایران بود میومد سر میزد که بخواد عکاسی بکنه. شوخی ما همیشه با این بود که ما میام امریکا و هر حال نیویورک سری بهت میزنیم اونا. اونم همیشه میگو آره حتما بیاید و اینا. موقعی که من اومدم امریکا بعد از حالا مهاجرت و جدایی از خانواده و همه اون چیزای کلیشه‌ای که میدونید، بهش پیام دادم خواستم که در تماس بشم، خبری ازش نشد. گفتم که شاید سرش شلوغ باشه با خانواده و چیزای دیگه که جواب نده. دوباره چند وقت بعد توی همین بروکلین نمایشگاهی بود که خیلی اتفاقی دیدمش اونجا و خیلی مشتاق که بعد از این همه سال با هم دیگه صحبت کنیم و اینا. این آدم یک کلمه هم حتی صحبت نکرد، یک مجله روزنامه‌ای دستش بود اینجوری زد اینجای منو، از اونجا اومد بیرون. بعد من گفتم که من که در تماس اصلا نبودم، بایدم کاری کردم آیا چه چیزی اتفاق افتاده؟ بعدها فهمیدم که فقط و فقط از سر حسادت و جلسی بوده. آدم ها این شکلی تو زندگی هستن که دوست دارن که تو رو از اون مسیری که داری، کوچیک یا بزرگ مهم نیست، هی بخوان تو رو بکشونن کنار. بعضی وقتا با حسادت، بعضی وقتا با دوستیه، بعضی وقتا با چیزای مختلفه، نمیتونن ببینن که تو داری محکم میری جلو و هی دوست دارن که بکشنت کنار. این آدما تو زندگی زیاد هستن و حواسمون باید بهشون باشه. این یه قضیه. موضوع دوم این که مثلا 2007 اون جایزه عکس سالو که بردم، دعوت شدم امریکا و اون بهانه بود که بیام اینجا رو بمونم ببینم و توش بخوام بمونم. رئیس سابق من تو همون خبرگزاری که من دعوت کرده بود اینجا، یه دوست امریکایی به من به هر حال 5 ماه 6 ماه جا داد توی اون سانیول توی سیلیکون ولی کالیفرنیا و تا بتونم من براش کار کنم، به هر حال روی پای خودم بیام و اینا. خیلی بهم لطف کرد ولی اونجا ببخشید اون نقطه، به خاطر اینکه با وجود همه دسترسی‌های خوبی که به دانشگاه و شرکت‌های تک و اینا داشت، بدترین جا واسه من بود به عنوان یک کسی که بخواد عکاسی و کار خبر بکنه. یه جایی مثل شیکاگو، یه جایی مثل اینجا تو نیویورک واسه من جای بهتری بود و من حدود 6 7 سال از زندگیمو واقعا اونجوری باها تجربه کسب کردم ولی جایی نبود که من باید می بودم. بعضی وقتا با وقتی که نگاه میکنی تو زندگی میبینی که یک زندگی شروع میکنه تو رو یک جاهایی پرت میکنه که نباید باشی و هی حس میکنی ازش، هی تقلا میکنی که بالاخره عوضش کنی این مسیر رو تا یک جایی به هر حال این چرخا روی هم دیگه میاد تو. اون هفته های اول، ماه های اول که من اومدم نیویورک بسیار سخت به من گذشت، هم به خاطر گرونیش هم به خاطر اینکه من پول زیادی نداشتم واقعا، دلایل خیلی زیادی که وجود داشت و اینا خیلی سخت گذشت. یک دوستی که تو همون سیلیکون ولی زندگی میکرد و هنوزم زندگی میکنه، دوست خوبیه و کارشو انجام میده و اینا، موقعی که ازش خواستم که و من یه پیشنهاد بده بیا من رزومه من نگاه بنداز بیا ببینی که من چه کار میتونم بکنم و اینا، اون برگشت گفتش که خب همون کار عروسی رو انجام بده، نمیدونم کار تبلیغاتی انجام بده فلان. اول گفتم نه، کار من یه چیز دیگه است. سالی اولام که من اومده بودم یه آدما میگفتن که تو رستوران کار کن، تو تاکسی کار کن. من گفتم که بابا کار من اینه، من اگه بخواستم تو رستوران و اینا کار کنم خب همونجا میمونم دیگه. هیچ وقت اون کار انجام ندادم و این عشقم به خبرنگاری و عکاسی خبری و حالا ساختن ویدیو همیشه عشق من بوده، همیشه بهش چسب. بعضی وقتا هم آدم های اون شکلی پیش میان که شما رو با برحال اون چیزی که تو ذهن خودشون هستش میبینن و هیت میخوان که شما رو بندازن تو اون حبابی که خودشون هستن. قابلیت هایی که خودتون دارید و بعضی وقتا خوب هستش که نکشید، نندازیدش پایین به خاطر اینکه اتفاقای بهتر میفته. بد نیستش که بعضی وقت آدم خستگی بکشه، دشواری زیادی رو تقبل کنه واسه اینکه بتونه یه چیز بهتری تو زندگی نصیبش بشه.
بعد نیست اون اتفاق بیفته. بعد مهم نیستش که چه کسی این چیزا رو میگه. کار کردن به عنوان یک عکاس عروسی، ویدیوی تبلیغاتی ساختن، توی رستوران کار کردن، اینا همه کارهای شرافتمندانه ایه، ولی کاری نیستش که من باید انجام میدادم. به خاطر همین خودم ترجیح دادم که اون سختی رو انجام بدم و بشه اونجایی که برم دنبال اون چیزی که دوستش دارم. این نقطه‌ای که الان باستادم و آوردم به این بهانه شما رو اینجا، حدود یک ماه خورده پیش من به حال دوست داشتم که از این جایی که کار میکنم بیام بیرون و خیلی به اون شور و اشتیاقی که به حال خروزه قبلی که کار میکردم واسه من نداشت واقعا، و با وجود اینکه بس ارگانیزشن بسیار فوق‌العاده آدم های مختلف دنیا میخوان بیان توش کار کنن از آرزوهاشونه، واسه من چیز نداشت، اون پتانسیل رو نداشت و من دوست داشتم که این جایی که هستش، اون چیزی که توی درونم هستش رو بتونم بیشتر خرجش کنم، به جای دیگه، مؤسسه دیگه، روی خودم سرمایه‌گذاری کنم. و شروع کردم به اپلای کردن واسه کار و هیچ وقت یادم نمیره توی این نقطه که من رسیدم، توی یک روز کمتر از یک ساعت ایمیل داشتم همش هست، از 3 جای مختلف به من کارهای خیلی خوب پیشنهاد شدش که کام انجام بدم. یکیش توی الی بود، با وجود اینکه پول خیلی خوبی میداد و من به 6 نفرم زیر دستم بودن، میتونستم کار کنم واسه یه کمپانی خیلی معروف که اسمشون نمیبرم اینجا، نمیخواستم واقعا دیگه پشت ماشین دوباره بشینم تو اتوبانه الی با وجود همه آفتاب و اینایی که هم داره که بخوام انجامش دادم، ردش کردم. یه دونه دیگه هم بود کاملا ریموت بود واسه دوباره یک مجله بسیار بسیار معروف، ولی باز کاری نبودش که میدونستم که 100% دوست دارم. ولی تا این که رسیدم چند هفته پیش واسه این کاری که واقعا دوستش دارم اینجا، با یک جایی که یه پابلیکیشنه که اونم خیلی معروف هستش، بیشترین بازدید آنلاین تو دنیا داره و آدم های بسیار کار درستی واسش کار میکنن و بسیار بسیار سخت وارد شدن داشت. همه این صحبت ها رو نمی کنم واسه این که بگم که من کسی هستم یا اتفاقی افتاده یا چیزی هستش. تو این دنیا و کائنات اینقدر بیشتر نیستیم صحبت هایی که دارم میکنم و این چیزی که واسه من اتفاق افتاده. فقط همه اینا رو گفتم که بگم که یک، بعضی وقتا آدم ها میخوان شما رو از مسیرتون بیرون کنن، بهش گوش ندید، به ندای درونتون گوش بدید. اگر مثبت هستش و کاری واسه انسانیت برای انجام بدید، به اون فکر کنید و نذارید کسی که بندازتون از اون مسیر بیرون. دو، اینکه آدمایی میان سر راهتون که بعضی وقتا خودشون آدمای کاردرستی هستن، ولی اون بینشی که شما نسبت به خودتون و خلاقیتتون، خلاقیت‌هایی که دارید و پتانسیلی که دارید ندارن، به خاطر اینکه آدم‌هاش شما رو از بیرون یه شکل دیگه ای ممکنه ببینن، به خاطر قیافتون، به خاطر چهرهتون، نوع رفتار کردنتون، به خاطر نوع قدم زدنتون، همه صحبت‌ها، ولی اون چیزی که تو ذهن شما هست و پتانسیل درونی هستش رو، هر چقدر هم که اون آدم‌ها آدمای باحالی باشن، باز به اون ندای درونه گوش بدید. و سه، اینکه یه جای دنیا شما رو می‌سازه که اون وقت میذاره که اون وقت انتخاب کردن بین اون چیزایی که بهت گفته، بین اون انتخابایی که بهت داده سخت میشه. من واقعا 3 کار خیلی خوب که هر کدومش پایانای خیلی خوب واسش داشت، خیلی سخت بود اون روزا و خیلی واسه خودم خنده‌دار شده بود، میخندیدم بعضی وقتا که یک زمانی بودش که پول نداشتی مثلا یک غذا واقعا بخوای بخوری، الان یه سری کار دارن بهت میدن که با حقوقای عجیب غریبی که اصلا خیلی جالبه، و اون موقع هم دوباره انتخابای سخت میشه. باز هم یه انتخابی رو من کردم که با وجود اینکه آره کالیفرنیا باحاله و همه این چیزاشو داره و اینا، ولی این شهر یه چیز دیگه است. این شهر یه چیز دیگه است واسه من، ممکنه واسه یه نفر دیگه نباشه. باید ببین آدم تو زندگیش اون چیزی که میخواد چیه واقعا. از تنه دوست و دشمن خیلی نگران نباش. گفتم همه این حرفا رو زدم که بگم که مسیر و اون هدف رو که دارید پیداش کنید. اگه هدف رو نداریدش و نمیدید از دنیا چی میخواد، ولش کنید، بذارید دنیا یه خورده بچرخ کنه، اصلا چیزی هم نداره، اصلا بذارید کنید چه دکام کسته، بعد میفتید داخل اون هدف. واسه این که همش هم در نهایتش کاره، بازم این کاری که من گرفتم باز کار زیاد و بیخوابی و کار زیادتره، ولی در نهایتش میبینی که اوکی، اون چیزایی که من فکر میکردم واقعا یا آخر پس ذهن همه اون نستش دیگه، آم من به خاطر اینکه اسمم محمده پس اینجا کار پیدا نمیدم،
من به خاطر اینکه ایرانی هستم شاید کار بدم، شاید به خاطر اینکه من زبان خوبی صحبت نمی کنم. اینا واقعا نیست، همش اگه یک سال، یه سال و نیم، دو سال پشت یک چیزی مدام بذاری و کار بکنی، ثمرش رو میبینی. وقتی که مثبت باشی، مثبت بودنش خیلی مهمه، چون میتونی بری دنبال یه چیزایی که نباید بری و خیلی جذابم نیست. چاکر ببخشید این ویدیو رو بیه، فقط و فقط اومدم این طرف بریم بهانه زب کنم که یک امیدی واسه بچه هایی که تو ایران هستن، میدونم ناامیدی اونجا هستش، فردا مشخص نیست چه اتفاقی میفته، میدونید که من یک بچه لاغر بودم توی شهرستان قزوین، از اونجا شروع کردم و اومدم اینجا. اینجا آخر دنیا نیست، باید ببینید که شادی کجا واسه شما هستش. موفقیت یعنی اینکه شاد بودن دل، ببینید کجاست، هیچ چیز دیگه هم نذارید که جلوشه بگید. چاکریم.